بله دوستان عزیز، به برنامه جوانانه و پخش زنده اون از شبکه محبت خوش آمدید. من الناتان هستم. منم فردیک هستم. خوشحالم فرصت دیگه پیش اومد که بتونیم با شما عزیزان باشیم در خدمت دوست عزیزم الناتان. و سحر عزیز با ما باشید تا انتهای برنامه. بسیار برنامه جالبی داریم، جای نرید، برمیگردیم. بله جوان ایرانی، بدون که کلام خدا میگه هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشماره. کلام خدا برای ما ارزش قائل. فردیک عزیز، امروز درباره صحبت میکنیم که یعنی چی هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشماره. بله. منظورمون چیه؟ در خدمت سحر عزیز هستیم. سحر جان تشریف دارید؟ بله. سحر فردیک عزیز سلام. سلام ناتان جان. سلام. سلام خدمت بینندگان جوان برنامه، خیلی سلام مخصوص عرض میکنم و سحر هستم. خوشحالم که یک بار دیگه با شما در برنامه جوانانه همکاری میکنم. بله ما هم همینطور، به زودی تصویر ایشون هم خواهیم داشت. بالاخره تکنولوژی هستش. گفتن سلام مخصوص، زیاد بستنی مخصوص افتادن شده یک تو خیابون مخصوص یا خود بستنی؟ نه خود بستنی مخصوص. دوستان تو ایران اگه بستنی مخصوص میخورید وسط زمستونه، خامدار فرق نمیکنه. این زمستون بود من آسی کوتا نمیپوشتم. بله سحر جان، هم خوشگل شدید هم کریسمس دارید پشت سرتون. بله 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 در آستانه تولد خداوندمون هستیم. به شما بله. تبریک میگم به بینندگان عزیزمون، خواهرای برادر گلم که تو هر جای کره زمین که هستن، من این عیدو بهشون تبریک میگم. بله. بله هفته دیگه همین موقع تو ایران دیگه مردم جشن کریسمس گرفتن، برگشتن خونه، دارن جوانانه نگاه میکنن. هللویا. سحر جون میخوام بگم که خیلی طرفدار پیدا کردی هنوز چی نشده. خدا رو شکر. خانوما خداوند جلال بدید. آمین آمین آمین. خدا رو شکر برای برنامه جوانانه. بله بله بله, بله. در رابطه با ارزش انسان صحبت میکنیم، ارزشی که خدا برای انسان. خیلی خوشتیپ شدی. میدونم و با ارزشی. میدونم. حالا این بازوها هیچی، این پیرن خیلی قشنگ کجا گرفتی؟ برای ما یه دونه بگیر دیگه. بله داشتم میگفتم شو. خب ارزشه دیگه، دارم احترام میذارم. همین یه دونه ساخته شده بود فکر کنم دیگه ندارن از اینا. دوستان از گس خریده. خب ارزش انسان در چشم خداوند داشتیم صحبت میکردیم. سه تا موضوع رو با هم بررسی کردیم، یعنی دو تا موضوع، امروز موضوع سوم. بله. افکار و اول گفتیم خداوند در کلامش. بله. برای ما ارزش قائل. بعد راجع به افکار صحبت کردیم. امروز راجع به چی حرف میزنیم؟ زبان. ساندویچ زبان نیست، فقط زبانه. زبان آدمیزاد. سحر جان شما یه آمار داری برای ما مس که نه آمار رو بگید، با هم میریم موزیک ویدیو نگاه میکنیم، برمیگردیم راجع به مطلب صحبت میکنیم. بله من چند وقت پیش در ناتان خیلی خوب شد که برنامه ما در رابطه با زبان هست. بله. یک برنامه مستند تلویزیونی رو تماشا میکردم و تو این برنامه خیلی چیزای جالبی رو میگفت. اصلا در مورد مسیحیت نبود و در مورد چیز کاملا علمی بود. بله. و داشت این برنامه به ما میگفتش که دانشمندان اومدن تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که افکار ما و زبان ما هر کدوم جداگانه، افکار مثبت و کلام مثبت ما دارای یک طول موج و یک فرکانسی هستند و همینطور افکار منفی ما و زبان منفی ما دارای یک طول موج و فرکانسی هستند که وقتی اومدن اینها رو اندازه‌گیری کردن دیدن که قدرت افکار مثبت و زبان مثبت دو برابر قدرت افکار منفی و زبان منفی هست. بله. و وقتی این رو میشنیدم خیلی برام جالب بود که خداوند در کلامش 2000 سال پیش این رو برای ما گفت. و اجازه بدین که به طور مثال یک آیه رو بخونم از کتاب امثال باب 15 آیه 4. بله. زبان ملایم درخت حیات است و کجی آن شکستگی رو. و بسیار آیات دیگه هست که امروز با هم بررسی میکنیم که خداوند در اون به ما نشون داده که چقدر در زبان ما قدرت است و امروز. بله. علم همینو ثابت کرده. بله بله بله. بفرمایید شما بفرمایید. من می‌خواستم بگم خیلی زیباست با زبان خودم خداوند رو جلال بدم. آمین آمین. اتفاقا سحر جان و خدمت بینندگان عزیز، من این رو خودم تجربه کردم. شده که بعضی وقتا یکم سرد صحبت کردم، یکم سخت صحبت کردم، یکم شاید زبر صحبت کردم و نتیجهش دیدم زیاد جالب نبوده. زبر صحبت کردید؟ خواستم بگم که خواستم خشن. دارم انگلیسی رو دارم ترجمه می‌کنم. چی میشه انگلیسی؟ میشه راف. میشه راف. ولی کن
دیدم که خیلی آروم صحبت کردن، با محبت سر صحبت کردن قدرتش خیلی بیشتره. من تجربه کردم، البته این رو بعدا خواهم گفت، بله، که چه تاثیر زیبایی میذاره. و نه اینکه فقط تاثیر زیبا میذاره، اینکه در رشد شما خیلی کمک میده، در رشد انسان. اون کسی که این کلمات رو داره بیان میدونم دنبال ویرگول میگردید، الان بهتون یاد نمیدم، کلمات رو بیان میکنه، خیلی تاثیر زیادی داره و چقدر شما رو از نظر شخصیتی بالا میبره و مردم با یه چشم احترام به انسان نگاه. بله، ما حتما راجع به این موضوع حساس با هم صحبت خواهیم کرد و میدونیم که شما هم نظرات جالب دارید که میتونید با ما در میون بذارید. برای ما خیلی مهمه که بدونیم شما که در ایران هستید راجع به این موضوع حساس چه طرز تفکری دارید، چه عقیده دارید، آیا شما از طریق زبان خودتون ضربه خوردید یا کسی به شما ضربه زده. تلفن های ما پایین صفحه نوشته شده 212-38-99 راحتش کردیم 299-26 تلفن آمریکا رو میگیرید، یک بعد جلوش بذارید 1-212-38-999 و ایمیل ما 26 رو یاد نفت بگذارید 26 999-26 آها، و ایمیل ما jawanane@mohabbat.tv. بله، صدای زیبای بعد از فردریکو میدونید حتما، ما مشتاقیم که صدای شما بشنویم. با ما باشید تا انتهای برنامه و به دوستاتون بگید جوانانه. فیسبوک هم داریم الان. بله بله، فن پیج هم داریم، ولی یکی دیگه هم داریم میاریم، فن پیج بزنید جوانانه شو، قشنگ یک صفحه زیبای توی فیسبوک اسمش دادن و بذارید اونجا، ما فن جوانانه هستیم. بله، با باشید، برمیگردیم دوستان. I'm waiting here for my life to change. When the water's stir, you can rearrange me. Thank you.
standing with the faith of a history maker. بله دوستان عزیز، برمیگردیم بعد از این سرود زیبا از آقای دلوریس که بسیار تکان دهنده است. میگه تو قدوسی و او شایسته تمام جهان. برنامه زنده جوانانه. آمین آمین. من یارم را به زبان آشوری سلام بدم. آره هر هفته باید این کارو بکنم. هفته پیشم بدم شلما بدرنال دیو خون موقع بیب نومتی را بغدای مدر خدانا ویل قطع تکسلو خون پیم قد انه برنام قد قطع خون هدرخ مربروک تاوی تلفن مخی تو منن همزمی تو بلیشن گریم همزم منو خون. بله ایشون گفتن که به ما برنامه ما نگاه میکنید، برگردید و به ما تلفن کنید با شما حرف بزنید. بله خوشت اومد. شما هم دیگه تقریبا آشوری شدید. تقریبا هستم. بله برمیگردیم در خدمت برادرمون فردریک هستیم و سحر عزیز که با هم داریم صحبت میکنیم راجع به زبان. زبان. خب بفرمایید از کلام خدا بریم با هم بررسی کنیم قدرت زبان رو نگاه کنیم که چقدر تأثیری داره از زبان در هویتی که ما در خداوند داریم. میدونید ما صحبت کردیم که خداوند به ما برای ما ارزش قائل، به ما هویت داد در مسیح، ما را به نام عیسی مسیح خرید و بازخرید کرد و امروز راجع به افکار صحبت کردیم. امروز میخوام راجع به زبان صحبت کنیم که چه تأثیر داره. میگن از کوزه همان برآید که دروست. که دروست. در ما چی هست؟ کلام خودم زیبا میگه، میگه که از زیادتی دله که به زبان میاد. یعنی هر چی که تو افکار ما هست، تو دل ما هست، به زبان ما میاد و اون رو ما منتقل میکنم. جالب اینه که داشتیم چند روز پیش صحبت میکردیم، اینه که الناتون و عزیزان و سرجان، زبان قدرت داره و کلام خدا میگه که میوه میاره. بله. جالبه در مورد میوه به فکرم رسید که سحر الان دارن صدای ما رو میشنون. سرجان چی فکر میکنید میوه، منظور ما از میوه چیه؟ یعنی مثلا حرف میزنیم سیب در میاد یا اینکه هر دانه‌ای که کاشته میشه در نهایت یه ثمره‌ای رو به بار میاره و کلام خدا هم طور که میگه هر چی بکاری همون رو درو میکنی. من اینطور برداشت میکنم که ما اگر با کلاممون، با افکارمون چیزهای خوب بکاریم، میتونیم میوه اون رو بکاریم. در واقع اون ثمره‌ی خوب کاشتنمون رو در واقع میتونیم برداشت بکنیم. بله من خیلی جالب گفتید، ثمره اون خوب کاشتن رو میتونیم برداشت بکنیم. و جالب اینه که میبینیم در افراد این زبان نیکو، زبان مؤثر، زبان مؤثر مثبت چه تأثیر زیبایی میذاره و اون میوه رو در اون افراد میشدید در از. یعنی چیزی که به ما برمیگرده، اگر خوب صحبت میکنیم، اگه شیرین صحبت میکنیم، اگه به مردم احترام میذاریم، همون احترام رو به طور متقابل دریافت میکنیم. اگر دروغ نمیگیم، مردم پیش ما دروغ نمیگن. یه چیز کوچیک، یه ویرگول بعد بهت میدم. جالبه من یه جایی داشتم صحبت میکردم، معذرت میخوام، داشتم کار میکردم و شوخیایی با هم میکردن عزیزان، و وقتی که من اونجا استخدام شدم بعد از یه مدت، خب که مثلا 4-5 ماه گذشت، من اونجا شناختن. اینها رو فقط برای جلال نام خدا میگم و برای فیضی که برای ما آماده کرده روی صلیب، که چطور ما رو کم کم و زیبا تغییر میده. وقتی که من وارد اون جمع میشدم، هر وقت که به سر کار میرفتم وارد جمع میشدم، 3-4 نفر با هم جمع شده بودن، صحبت میکردن، هر نوع شوخی داشتن، هر صحبت که میلشون بود، میگفتن که ساکت باشید، فردریک اومد. و از دور یکی دو بار من اینو شنیدم که میگفتن فردریک داره میاد و دیگه از این صحبت ها و شوخی ها نمی کردن. خواستم بگم که چقدر تأثیر این زبان آمین. زیاده و چقدر تأثیر این افکاری آمین. که عوض میشه، چطور بدون این که ما بگیم روی مردم تأثیر مثبت بله. میذاره. ببین حقیقت اینجاست که میدونید هر چی که در قلب ما میگذره، هر چی در افکار ما میگذره، از دریچه به نام دهان یا زبان هستش که بیرون میاد. اگر ما آدمی هستیم که همش مرتب داریم آهنگ‌های غمگین رو میخونیم بر زبان، اگر از اشعار غمگین داریم سخن میگیم، از کلمات غمگین، بدونیم که دل ما واقعا همچین دلی هستش. و اگر چقدر تأثیر داره حتی زبان ما در روحیه ما. ما میخوایم با هم دیگه به کلام خدا نگاه کنیم. سرجان بفرمایید، از کلام خدا میشنویم از شما و بعد ما هم اینجا صحبت خواهیم کرد. بله. از کتاب یعقوب بررسی میکنیم، باب 3. قبل از اون اجازه بدین یه نکته رو من بهش اشاره کنم که چقدر بعضی وقتا چیزایی که به نظر ما خیلی کوچیک هستن واقعا میتونن کارهای عظیمی انجام بدن. شما در نظر بگید یه میکروبه بسیار ریز که با چشم مسلح حتی قابل رویت نیست، ولی میتونه برای یک انسان کشنده باشه. بله. یک شاید حشره‌ای که در مقایسه با جثه، از نظر جثه با انسان شاید میلیون ها برابر کوچیکتر باشه، ولی نیش اون حشره میتونه اون شخص رو از پا در بیاره. هر
تفکر که براتون میخونم، یعنی نمیخوام روخونی کنم، در واقع همین به همین موضوع داره اشاره میکنه که میگه که چقدر مهمه که ما بتونیم این زبان کوچک خودمون رو کنترل کنیم. میگه اگر یک حیوانی مثل اسب رو به دهنش یک لگام بزنن، در نهایت میتونن اون اسب رو با اون بندی که به دهنش میبندن میتونن کنترلش کنن، بگن وایستا با نستا حالا برو. ولی چقدر این زبان به این کوچیکی مهار کردنش میگه سخت هست. مثل اینکه میگه کشتی ها نیز چقدر، آیه 4 میگه اینا کشتی ها نیز چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده میشود، لکن با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده میشود. همچنین زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبرامیز میگوید، اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را میسوزاند. بله، بله. یک جرقه میتونه یک جنگل با آتش بکشونه. بله. من آیه 8 رو میخوام راجبش بیستیم و میخوام بینندگان عزیز که دارن تلفن هم میکنن راجب این موضوع با ما صحبت کنید و تجربه شخصی خودتون. آیه 8 در کتاب یعقوب باب 3 به ما میگه که هیچ کس هرگز نتوانسته زبان را تحت فرمان خود نگه داره. زبان شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده هستش. میخوام اینو بدونیم که آیا شما چه تجربه دارید در این قسمت؟ آیا تا حالا تونستید زبان خودتون کنترل کنید؟ اگر ایماندار هستید میخوام بدونید که بدونیم از طرف شما که باید با زبان خودم چگونه رفتار کرد، چه عواملی کمک میکنه که ما زبان مثبت داشته باشیم، زبانی که ازش برکت بگیریم و زبانی که کمک بکنه که بتونیم در واقع نام خدا رو جلال بدیم. موافقید یک دو تلفن جواب بدیم؟ خواهش می‌کنم. آقای پارسای عزیز هستید روی خط، بفرمایید عزیزم راجع به زبان نظرتون چی هستش؟ پارسا جان خوش اومدید. الو جانم میشنویم شما رو. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت برادر ناتان، برادر فردریک و کارشناس محترم برنامه‌تون خواهر سحر که من واقعا استفاده میکنم. من همین ابتدا قبل از اینکه در مورد زبان صحبت کنم بگم که خیلی تشکر میکنم از تلویزیون محبت که از خواهر سحر استفاده میکنم، واقعا بیان شیوایی دارم. اما در مورد زبان باید بگم که همونطور هم که برادر الناتان صحبت کردن، واقعا زبان یک ابزار رام نشدنی هست و اگر انسان کنترل خوبی روی زبان نداشته باشه، این زبان میتونه فرد رو نابود کنه و از بین ببره. گناهانی که از زبان صادر میشه رو من تشبیه میکنم به همون زهرهایی که برادر الناتان مثال زدن. دروغ گفتن یک زهره، غیبت کردن یک زهره، تهمت زدن اینها یک زهره. از اون طرف هم اگه بخوایم حساب کنیم، زبان رو وقتی در کنترل ما باشه و ازش استفاده مفید بکنیم، در راه خدمت خدا باشه، در راه برکت دادن به بندگان خدا باشه، این زبان میتونه مایه برکت ما باشه، مایه سرافرازی ما باشه. مرسی. من نظرم همین بود. خیلی ممنون، تشریف آوردید. مرسی عزیزم، لطف کردید. مرسی. بسیار عالی. دوست عزیز دیگه هستن، مثل که یک موردی برای دعا هست، بفرمایید عزیزم. گفتن اسم شما نگید. بفرمایید. سلام پیشتر، حالتون خوبه؟ درود بر شما جانم، بفرمایید. مرسی، خوبم. من فکر کنم بشناسم ولی اسمو نمیاره. آه اوکی. بله فهمیدم شما کی هستید. فهمیدم، بفرمایید. آره. خوب برادر، حالتون خوبه؟ عالی هستم. خوبید؟ خوبه، خوبه. خیلی خوبه. رو تلویزیون هستی، صداتون مردم میشنون. شماره‌تون مثل که رد شده کلا. نست، شماره من همونه. روی تلویزیون هستید، مردم صدای شما رو میشنون. بفرمایید برای چی میخواید دعا بشه؟ آه. کسی داره مشکلی اومده، بیماری اچ‌آی‌وی برای خودم و خانومم، برای اسممون نه، برای یک کار برام ادعا کنیم برای اون بیماری ازمون دور بشه. نمی‌دونم چطور پیش اومده بیماری. عجب. عجب. بله، برادر عزیزمون که رو خط هستن، یکی از ایماندارا هستن که چند سال ایمان آوردن به نام عیسی مسیح، چطور الان دعا کنیم؟ ها مثل که قطع شدن. بله با هم دعا بکنیم. اچ آی وی ایدز هستش و متاسفانه از طریق های مختلف میاد. بله. احتمالا از طریق در واقع بیمارستان و خون و جو چیزا. بله. بله. ولی تو رو شکر میکنیم خداوند، با خواهر عزیزمون سحر، برادرمون فردریک و دوستان دیگه که هستن با ما یک دل دعا میکنیم برای این بیماری که پیش اومده. به نام قدوس توی خداوند، تو که خالق هستی، اعلام میکنیم برکت رو، اعلام میکنیم شفا رو، چنان که گفتی در زبان ما قدرت هست و چنان که گفتی به نام من دعا بکنید، هر آنچه که بتلید به شده خواهد شد برای برادر عزیز و همسرشون. در نام قدوس تو شفا رو اعلام میکنیم، در نام مقدس مسیح دعا میکنیم. آمین.
آمین. بله. چیزی می‌خواستم اضافه کنم. حتما با هم بعضیات می‌خوام با ناراحتمون کردن البته. حتما با دوست عزیزمون صحبت خواهیم کرد. دوستان فیسبوک من بازه که میدونید باقستانی هستش، نمیتونیم دو تا فیسبوک باز کنیم. عرض کردیم خدمت شما و اسکایپ مسی و مسی تی وی بازه. اگر میخواید چت کنید، اگر نمیخواید رو خط بیایید، به ما بگید نظرتون راجع به این درس امروز یا مطلب امروز چی هستش. دوست ما پارسا راجع بهش صحبت کردن، حالا نوبت ما هست. ناگفته نماند که بعضی وقتا ما فکر میکنیم میگیم که چه بیماری داریم، الان صحبت از بیماری شد و داریم یه داروی استفاده میکنیم. بعضی وقتا بعضی عزیزان میگن که نه این دارو رو بذار کنار، مثبت باش، بگو نه من دیگه مریض نیستم، در صورتی که این یه دروغ ممکنه باشه. ما هنوز بیمار هستیم، باید دارو استفاده بکنیم، ولی وقتی که زبان رو عوض میکنیم، یعنی حالت مثبت به این مسائل نگاه میکنیم، کلا از نظر روحانی خودمون عوض میشه. ممکنه این جسم خواهد مرد، این جسم الناتان جان از بین خواهد رفت. عزیزان ما تا ابد بر روی زمین نمیمونیم، تا ابد در حضور خدا خواهیم بود اگر به مسیح ایمان بیاریم، ولی این جسم از بین میره. پس این دروغا رو باور نکنید. دارو رو میتونیم استفاده کنیم، ولی میتونیم مثبت صحبت کنیم در رابطه با اینکه خدا ما رو دوست داره. اگر مسئله پیش اومده برای ما، در کنترل خدا هستیم. من هفته پیش داشتم برنامه رو نگاه می‌کردم و صحبت کردم، گفتیم خدا ما رو در دستان خودش گرفته تا زمانی که با مسیح عیسی زندگی می‌کنیم و او برای ما نقشه زیبایی داره. بله بله. دوستان عزیز سوال ما اینه، اگر می‌خواید تشریف بدید رو خط تلویزیون با هم صحبت کنیم. دوستان ما دارن اینجا نظر میدن. بفرمایید آرزو جان بنویسید، نظرتون ما میفهمیم، میبینیم. البته اینجا میگه هرگز کسی نتوانست زبان خود رو تحت کنترل در بیاره. سحر جان چی فکر میکنید تا عزیزان ما بیان رو خط جواب بدن؟ من فکر میکنم برادر ناتان، واقعا به قوت و زور انسانی هیچ کاری نمیشه کرد. من خودم به شخص هر بار با زور انسانی خودم، با قوت تکه به قوت خودم، خواستم هر قدمی رو که بردارم بیشک زمین کردم. بله. ولی با تکه بر خداوند و روح خداوند که بیاد، یعنی اینطور بگم در واقع مسیحیت سخت‌ترین کار دنیاست اگه بخوایم خودمون انجامش بدیم، ولی با قوت خداوند برای ما همه چیز مهیا میشه. بله. و همینطور زبان ما هم اگر در کنترل روح خداوند باشه رام کردنش بله ممکنه. بله. ولی اگر دست خودمون باشه نه. بله جالب گفتن مسیحیت سخت‌ترین کار دنیاست اگه بخوایم به قوت خودمون انجام بدیم. میشه مذهب. بله میشه مذهب، یعنی بخوام از طریق مذهب یک سری اعمال بکنم نکنم و یه سری به قول ما چک لیست داشته باشیم بخوایم جلو بریم، 100% همونطور که خواهر سحر گفتن به زمین خواهیم خورد. من یه چیز جالبی میبینم اینجا، روزه و دعا، در رابطه با روزه هم صحبت خواهیم کرد. دعا خیلی کمک میکنه الاتان که بله. به خدا نزدیک بشیم. یه مثالی همیشه داره تو صحبت کردن ما ها، اصلا باور نکردنی قدرت این کاری که قدمی که برداشته میشه. یه توضیحی برای این دارم، همیشه توی فکرم بوده که وقتی که ما دعا میکنیم فاصلمون از روی مسائل زمینی دور میشه و به خدا نزدیکتر میشیم، یعنی افکار خدا میاد و ما رو بالا میکشه، چون رابطه روحانی با خدا پیدا میکنیم و نزدیکتر میشیم. هر چقدر که به خدا نزدیکتر میشیم از مسائل زمینی دورتر میشیم. زبان ما تغییر میکنه، افکار ما تغییر میکنه، نحوه برخوردمون با خانواده، با دوستان، با فرزندان، با برادر خواهر، همش فرق میکنه. جایی که کار میکنیم فرق میکنه و میبینیم که تأثیرش رو بر روی مردم و میبینیم که مردم چطور به این جواب میدن و جالب دنبال ما میان، اصلا میگن که اینی که شما دارید رو ما میخوایم و ناخودآگاه تأثیر میذاره بر روی مردم. پس ببین ما اینو میخوام بگیم، در این برنامه میخوام یه جوری صحبت بکنیم که نحوه تفکر ما بسیار در ارتباط هستش با نحوه صحبت کردن. بله. ما و نحوه تفکر ما در اینقدر اهمیت داره که چقدر ما رابطه داریم با خدا یا نداریم. ببینید اگر کلام خدا میگه کسی در مسیح باشه خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، الان همه چیز تازه شده. خداوندی که همونطور که سرجان گفتن، فردو جان گفتن که میتونه همه چیز رو تازه کنه. ما میدونیم که در اجتماع ما با زبان خاص آشنا میشیم. من خودم جزء افرادی بودم که تازه به مسیح ایمان آورده بودم، هنوز زبان بد در من وجود داشت، یعنی از روز اول با زبان پاک آفریده نشده بودم. شاید هم اصلا فکر نمیکردم که اهمیت داره که من زبانم باید مثبت استفاده بشه، باید کلمات زیبا ازش استفاده بشه و غیره و زاره. ولی وقتی به خداوند نزدیک میشید، وقتی با او ارتباط برقرار میکنید، وقتی کلام خدا رو میخونیم، نمیتونید شما همون زبان رو داشته باشید. چنانکه در یعقوب که خواهر ما خوندن، آیات دیگه‌ای وجود داره اینجا، میگه نمیشه با یک زبان هم خدا را حمد کرد. آیه 9 میگه ما با آن هم خداوند را و پدر را حمد و سپاس میگوییم، هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام میدهیم. بله. بعد میگه که نمیتونی از یه چشمه هم آب شور بیاد بیرون هم آب شیرین بیاد. یعنی بله. اگر من
در درونم شیرینی هست که ذات خدا هست، قوت خدا هست، نمیتونه کلمات زشت بیاد بیرون. بله. نمیتونه مثلا بگه من مردم، من کشتم، مگ بر این، مگ بر اون، چیزی که در ایران فراوونه. و چیزی که ما میگیم خاک، معذرت میخوام، خاک بر سرم، این چیز رو ما استفاده زیاد خیلی میگن. بله بله. و جالب نیست، یعنی که مثلا مردم از گرسنگی یا هلاک شدم. من فکر میکنم چیزای جالبی میتونیم جای این بذاریم. و این خودش بر روی ما تأثیر میذاره. چیزی که خیلی مهمه، کلام خدا، من اتفاقا داشتم مطالعه میکردم زمانی که اناتان داشت صحبت میکرد، اینه که نه تنها چیزای بد، اناتان جان، عزیزان، سرجان، بلکه شاید بعضی وقتا حالت زیاد حرف زدن هم، غیبت کردن هم همینطوره. اتفاقا از کلام خدا میخوام بخونم، از امثال، کتاب امثال در کلام خدا باب 10 آیه 19 میگه کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد. چقدر جالب میگه. کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد. اما آن که لبهایش رو ضبط نماید عاقل است. واو. آدم عاقل مواظب به حرفاشه. چقدر حرف بزنه، چی بگه، کجا بگه و چطور بگه. این خیلی مهمه و این حکمت رو نشون میده. بله. و شما یعنی به طور خودکار اتوماتیکلی از غیبت دور میشیم، از منفی گرایی دور میشیم. بله. و چیزای مثبت میان و مردم کمتر حرف میزنه پیش شما. وقتی که یکی داره غیبت میکنه شما جوابش رو نمیدید، اصلا دیگه رغبت نمیکنن که غیبت هم یعنی باید گوشی نباشه که گوشی باشه که طرف غیبت کنه دیگه. وقتی گوش نباشه طرف غیبت نمیکنه. خب ببینید بعضی وقتا ما گوش میدیم ولی قسمتی از اون نیستیم، چون دل واقعا بعضی وقتا دوست داریم که به مردم کمک کنیم. خیلی دوستانه، خیلی محبتانه میشه بهشون گفت که حالا اون شخص که اینجا نیستن میخواد درباره خودمون صحبت کنه یا به من ربطی نداره، حالا یکم آدم شیرین تر صحبت کنه، میگه اون دوست اینجا نیست، حالا ما خب خودت چه خبر دیگه، چی کار میکنی، ناهار قرار سوشی با هم بخوریم مثلا، این فردا قرار ما سوشی بده. سحر جان برگردیم با هم دیگه، باز به سحر عزیز بفهمید شما بگید. من نوشتم زبان نیکو محک محبت ما هستش. آیا رابطه محبت چقدر میتونه در واقع در تاثیر داشته باشه در زبان نیکوی ما؟ 100%. شما فکر میکنین برادر ناتان یا فردریک جان چقدر نیرو لازمه که بتونی یک استخون رو بشکنید؟ شما اگه فردریک باشه با یه فود میشکنه، ولی من باشم بعد برم چکش بیارم این بازوها رو، نمیدونم شبات جوری نشدم دنبل میزنه، چقدر نیرو لازمه؟ من که دیگه وضعیتم مشخصه دیگه. بستگی به استخون داره، اگه استخون دایناسور باشه خب شکنش خیلی سخته، ولی جناق سینه مرغ باشه خیلی راحت میشکنه. گرسنه. جالبه که خداوند یک فوت خیلی راحتی داده که میشه باش استخون شکون، چه من باشم، چه شما باشین، چه ناتان جان، چه بینندگان عزیزمون. در امثال 25:15 میگه زبان ملایم استخوان را میشکنه. باریکلا. هللویا. یه مطلب دیگه، من لابلای صحبت شما تا از این موضوع دور نشدیم، من میخواستم بگم چون خیلی دوست داشتم اینو حتما با بینندگانمون توی صحبت همون در جریان باشن که این موضوع حتما گفته بشه، اینکه خداوند تو پیدایش وقتی که آسمان ها و زمین رو می آفرید گفت و شد. بله. خداوند نیامد بشینه درست بکنه چیزی رو. خداوند گفت روشنایی بشود، روشنایی شد. بله. خداوند گفت آبها بشوند، آبها شد. و همطور هی گفت شد، گفت شد. بعد گفت توی آیه های جلوتر میگه انسان رو به صورت خدا آفرید. حتی تو اینجا هم بهش اشاره کرده که انقدر مهمه. توی آیه 9 همون باب 3 یعقوب آیه 9 میگه که خدا و پدر را به آن متبارک میخوانیم و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شده اند نام میکنیم. بله. حالا میخوام اینو بگم که ما به صورت خدا آفریده شدیم. ما هم زبانمون هم قدر قدرت داره، نه به اندازه خداوند، ولی به شباهت خداوند آفریده شدیم، میتونیم ما هم چیزهایی رو بگیم و بشه. بله. آمین. نه به فوریت، ولی در آینده ممکنه که بشه. و میخوام بگم چه کسایی هست که امروز برنامه ما رو میبینن با فکرها و ایدئولوژیهای مختلف این مسئله رو یا قبول بکنن یا قبول نکنن، چه باور داشته باشن. حتی خیلی کساش هم ندونن که به شباهت خدا آفریده شدن، ولی واقعا تو زندگی همونها هم این زبان به همون شکل عمل میکنه. بله. به همین دلیل که گفت. آمین. پس آنچه را که ما میکاریم همونو درو میکنیم. هر چه که به زبان خود میگیم همونو دریافت میکنیم. اگر ما با زبان خودمون ایمان و برکت و شفا و آزادی رو اعلام میکنیم که الان میخوام جواب آرزو جان بدیم اینجا برای من دارن چت میکنن برای من بنویسن، در هر چیزی ما هر گونه رفتار بکنیم همون میشه. من میدونم در 30 سال گذشته در کشور عزیز ما ایران مردم و بسیاری از مردم مگبر اون رو تمرین کردن به نوعی که حتی من یک سریالی نگاه کردم، میخوامم اسمشو بگم چون که
کاملا با این سریال من مخالف هستم به نام خوشنشین‌ها، که چقدر در این سریال متاسفم برای کارگردان و هنرپیشه‌ای که تو این فیلم سریال هستن که چقدر زبان منفی استفاده میکنه. مادر بزرگ فحش میده، پسر فحش میده، مادر فحش میده، عمو فحش، دایی فحش میده، پدر فحش میده. و من دقت کردم اون چیزی که امروز در این سریال که شاید بسیاری از شما نگاه میکنید وجود داره، به احتمال قوی همون چیزی که تو جامعه وجود داره و یا فراموش کردیم همچنان که ما داریم برای مردم ترسیم میکنیم، داریم به خورد مردم میدیم، مردم همون میشن. بله. مثلا این مادر عزیز به دخترش مرتب تو این سریال میگه که از هنرمندهای معروف ایران هم هستن، مرتب به دخترش میگه الهی بمیری، الهی خفه بشی. و بعد ما میگیم چرا بچهای ما میمیرن؟ بله بله. چرا مثلا در جنگ ایران و عراق هزاران جوان زیبای ما کشته شدن؟ چرا در طی روز جوانای ما میرن بر نمیگردن؟ چرا که آنچه که ما میکاریم همون رو درو میکنیم. و خداوند الان راجبش صحبت خواهیم کرد، این قدرت رو در زبان ما قرار داده. در کتاب رومیان، ویلگول الان بهت میدم، بله. در کتاب رومیان میگه اگر به زبان خود اقرار کنی عیسی خداوند نجات آمین. پیدا میکنه. خدا میتونه بگه فکرشو بکنید. ولی چرا همونطور که سحر گفتن، آیه قشنگ گفتن، شما میتونید با زبان خودتون حتی یک استخون رو بشکنید. اینقدر زبان ما تاثیر داره در نحوه زندگی ما. و چه تاثیر منفی میذاره روی افکار بچهای ما وقتی ما به بچه‌ها میگیم تو نمیتونی، تو قادر نیستی، تو تنبلی. این بچه‌ها فکر میکنن که تنبلن و تنبل بار میان. ولی این لطفا بذار عوض کنم دید رو، سه تا دوربین اینجا رو ما هست، بذار یه دوربین عوض کنم، از عوض نکنن، از دید خدا. خیلی جالبه، کتاب اعداد باب 13 میگه که خدا از هر سبت اسرائیل یک نفر رو میفرسته، یعنی 12 نفر رو میگه برید و زمینی رو که من به شما وعده دادم رو تجسس کنید. okay. این 12 نفر میرن، هر 12 تا برمیگردن، میان ایشان یوشع و کالی بودن. 10 تا این عزیزان میگن که وای اونجا مردم هیکلشون بزرگه، ما مثل ملخ هستیم، ما غذای اینا هستیم، ما رو میخورن، ما رو میخورن. بعد اسرائیلیا میزنن تو سرشون، گریه میکنن که خدا ما تو مصر بودیم، داشتیم غذا میخوردیم، راحت بودیم، حالا برداشتیم ما رو آوردین اینجا بچه‌هامون رو بکشن، زنا و جوانا بکشن. یوشع و کالیب میگن که الان نتیجه جفتشون رو میگم، یوشع و کالیب انقدر ناراحت میشن لباسای خودشون پاره میکنن، میگن خدا این رو آورده. خوشه انگور آوردن که یه چوب آویزون کرده بودن خوشه انگور رو، دو نفر میآوردن به این بزرگی، میگفتن که زمین شیر و شهده. جالب اینه که خدا هم یوشع کالیب رو میبینه و هم بقیه اون 10 نفر رو میبینه. در باب 14 آیه 11 میگه که و خداوند به موسی گفت تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند. یعنی توهین میکنن به خدا. یعنی وقتی که خدا داره این چیزو داده بهشون، این زندگی زیبا رو داده، فرزندان سالم بهتون داده عزیزان، کار خوب داده، دوستان خوب داده، ولی ما بعضی وقتا ناشکری میکنیم، میگیم اه این چیه، یا داریم افکار منفی وارد وجود خودمون میکنیم، داریم در اصل به خدا توهین میکنیم. و خدا جالب آیه بعدش میگه که تا به کی قمر و تا به کی با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نمی آورند. بعضی وقت ما فکر میکنیم که حتما آسمان باید باز بشه و یه چیزی قلمبه بیفته روی سرمون، بگیم بله. که آیاتی و نشانه ای و معجزه ای از خدا، در صورتی که همینی که مریض نمیشیم، همینی که ماشینمون خراب نمیشه، همینی که خونه ای داریم، سقفی بالای سرمون داریم، اینا تمام از فیض خداست که تا امروز به ما فرصت داده زندگی بکنیم. الان یه ویرگول من به شما میدم و اینها رو باید احترام بهش بذاریم، احترام به آفریننده خودمون بذاریم، وارد خون عیسی مسیح بشیم، به زیر خون عیسی مسیح بریم، ما رو بپوشون، از گناهان آزاد بکنه تا بفهمیم خدا چه فیضی برای ما برای صلیب آماده کرده. آقای سید احمد هستن، منتظر بودن 7 دقیقه. بفهمید در خدمت شما هستیم، در خدمت عزیزانمون. آقای احمد بفهمید. سلام علیکم. درود بر شما جانم، بفهمید عزیزم، میشنویم صدای شما رو. خسته نباشید. مرسی. آقا می‌خواستیم برامون یه دعایی بکنید. ما حقیقتش خیلی گرفتار هستم، از لحاظ روحی خیلی خراب هستم حقیقتش. اینو میخواستم بگم که من بچه مسلمون هستم، نصف وجودم بچه مسلمون هست، نصف وجودم مسیحیه. حقیقتش میخواستم بگم که شما بگید نجات از طرف عیسی خداونده، درسته؟ آمین. بله بله. من حقیقتش 3 سال پیش عیسی خداوند رو من نمیشناختم. من حقیقتش یکی از دوستان گفت که برو طرف خداوند، خداوند به تو کمک میکنه. من رفتم به خدا طرف خداوند، از خدا درخواست کردم که به من کمک کن، من تو اعتیادم دارم میسوزم، دیگه هیچی برام نمونده. و
به اون لطف خداوند شامل حال من شد و الان 3 ساله که من بهبود پیدا کردم. و تنها چیزی که من خوب نشدم از اعتیادم نجات پیدا کردم و علاوه روحی خیلی خراب هستم. کار منم رانندگیه. خدا خودش میدونه که تو این جاده ها که من کار میکنم یا جنازه باید ببینیم تو این جاده ها تصادف شده یا اصلا آرامش ما رو به کل به هم میزنه. میخواستم برام دعا کنین خداوند شغل ما رو از ما بگیره، یه شغل درست تایی بذاره سر راه ما و این راه خدا رو خیلی من دوست دارم ادامه بدم، به پیام خدا و کلام خدا رو خیلی دوست دارم به هم نوعان خودم برسونم. ولی شرایط کاری ما اصلا یه جوریه که همه چیه ما رو به هم میزنه. اصلا نه از تو زندگی اصلا به هیچ عنوان ما نداریم، نه خورده خوراک مزه خورده خوراک میفهمیم، نه مزه اصلا هیچی ما نمیفهمیم. میخواستم بله. برامون دعا کنی خداوند. حتما عیسای خداوند میگن نجات دهنده است. بله. این شغل ما را یه شغلی بذار سر راه ما به من بتونم که کلام خدا را به همراهان خودم برسونم، چون من بله. خودم تو برنامه 12 قدمی هستم. بله مرسی احمد جان. الان از طریق تلویزیون نگاه کنید. من فکر میکنم مشکل افرادی مثل احمد عزیز که در واقع اینجا با ما درد دل کرده، من دوستم درد دلشون بشنم چون وقت ما محدود قطع کردم، دیگرم رو خط هستن، این نیست که شغلش اومده عوض شد، این نیست که نمیدونم شرایط فکری من و روحی من چی هست. مهم اینه که یه چیزی ایشون گفتن خیلی اهمیت داره، گفت من 50% مسلمان هستم 50% مسیحی هستم. نمیشه دو آقا رو خدمت کرد. فردریک جان شما نمیتونید هم عیسی مسیح که راجع محبت خدا صحبت میکنه آمده جریمه گناهان شما رو پرداخت کرده رو خدمت و پیروی بکنید، نمیتونید حتی یک پیغمبر مرده رو که اصلا معلومه از طرف خدا بود یا نه پیروی بکنید. آنچه که اهمیت داره که مثل میمونه که یک آقایی با دو تا خانم ازدواج بکنه، خب اون مرد دیگه زندگی سالم نخواهد داشت، هر چقدر اون خانما عزیز باشن که کلام خدا میگه این کار گناه هستش، ما نمیتونیم با 2-3 نفر ازدواج بکنیم. مثل این دقیقاً مثل همین مونه. در این شرایط این گونه افراد دیگه مال خودشون نیستن، هیچی، مال 2 نفر هستن. اگر شما امروز به مسیح ایمان آوردید و در این حال دارید یک دین مرده، یک شریعت رو، حالا میخواد اسلام باشه، یهودیت باشه، هر چی باشه، میخواد پیروی کنید، اینجاست که شما کم بیه. این نکته اوله. نکته دوم که خیلی اهمیت داره که وقتی به مسیح 100% قلب خودتون رو سپردید، اون موقع تمام وجود خودتون رو تقدیم کنید، گذشته خودتون رو، حال خودتون رو، آینده خودتون رو تقدیم خدا بکنید و بذارید که او به شما کمک بکنه. از صحبت‌های احمد من فهمیدم که ایشون میخواد به زور خودش، به قوت خودش به نتیجه برسه و از در واقع مشکل اعتیاد و ناراحتی روحی بله. آزاد بشه. از کلام خدا یوسف به یادم میاد که برادراش توی چاه انداختنش، بعد فروختنش برای اسارت و بره بردگی بکنه به مصر، بعد توی مصر وارد زندان میشه، میفته توی ولی جالبه، چیز جالبی گفتید که نمیشد آقا رو خدمت کرد. میگه که یوسف تمام فکر و ذکرش خدا بود و خدا هم اونو ولش نمیکرد. وقتی ما با عیسی مسیح خداوند هستیم، یعنی خدا، قدوسیت خدا رو فهمیدیم. ببینید عزیز، شما الان از آزاد شدی، کاری که مسیح در زندگی شما باید انجام میداده داده و شما رو از اعتیاد همونطور که فرمودید آزاد کرده. حالا نوبت شماست که قدم بردارید، کاملا به طور کامل وارد این فیزی که عیسی مسیح براتون آماده کرده بشید و بذارید بیاد زندگیتون عوض کنه و خودتون رو کاملا به عیسی مسیح بسپرید. آمین. و بذارید از همین شرایط رانندگی شما استفاده کنه تا زمانی که خودتون رو سپردید به دستش. یوسف در زندان بود ولی خدا ازش استفاده میکنه و ولش نمیکنه. کلید اینجاست که با عیسی مسیح زندگی بکنید تماما به طور کامل. بله من خوشحال میشم باز احمد جون با ما صحبت کنید یا با فردریک یا با عیزانی که پشت خط هستن، شما رو کمک خواهند کرد. ما میریم با هم دیگه بیانیه هفته رو نگاه میکنیم که بی ربط نیست با مبحثی که امروز صحبت کردیم. ما در هر برنامه یک بیانیه میدیم، یعنی کلام خدا رو با شما در میون میذاریم، فکر خدا چیه، و برمیگردیم نظر سحر عزیز رو میشنویم و تلفن دیگر جواب میدیم. جای نرید، با ما باشید.
بله دوستان، مرگ و حیات بیانیه کلام خدا. مرگ و حیات در زبان ماست و ما میوه اونو میخوریم. سحر جان سکوت کردید، بگید نظر شما چیه، برمیگردیم و اینجا راجع به یک مطلب دیگه صحبت میکنیم. بله من منتظر بودم ببینم یه جا خالی پیدا میکنم. بیا عزیز شما یه پرانتز پنج دقیقه به شما دادیم. 30 ثانیه فرصت دارید عزیز. پس فردریک جان که نصفش از من گره من برم دیگه. بگو سحر جان راجع به بیانیه هفته نظرتونه بدید. بله من واقعا این آیه رو خیلی دوست دارم، چون که بارها این آیه رو زندگی کردم، قبل از ایمانم چه بعد از ایمانم تجربه های زیادی داشتم که از زبان خودم چه چیزهایی به سرم اومده و نه تنها ما با زبان خودمون بر زندگی خودمون تاثیرگذار هستیم، بلکه این زبان ما میتونه بر زندگی دیگران، حتی میتونیم برای یک مملکت دعا بکنیم، شفاعت بکنیم، جامعه. بله. پس این زبان خیلی مهم هست و میخواستم بگم که من شهادت زندگی خیلی از افراد رو خوندم و واقعا دیدم اینها نشون دادن با کلامشون تونستن بیماری های لاعلاج رو با کلام نو، با فکر نو عوض بکنن و به شفای کامل تبدیل بکنن و در نهایت اومدن کتاب هایی رو نوشتن که در اختیار مردم گذاشتن که تمام اینا ریشش از کتاب مقدس اومده. وقتی این کتاب ها رو میخونیم که میگن که برای بی پولی میتونیم یک جمله مثبت بگیم، من دیدم بعضی اینا رو مینویسن به دیوار خونهشون میزنن، رو در یخچال میزنن، نمیدونم برای بیکاری، و تمام اینا ریشش از کلام خداونده و واقعا قدرت موت و حیات در قدرت زبان هست و میتونن همه تجربه بکنن. آمین. بله. آمین. چی میخواستم بگم؟ قبل از که آرزوی عزیز رو راجبش صحبت بکنیم میخواستم، یادم رفت دیگه، خیلی زیبا صحبت کرد خواهر، مثلا رفتم راجب بیانیه صحبت کردیم که در واقع خیلی اهمیت داره که ما بدونیم که قدرت در زبان ما. میخواین شاید نظرم این بود سقرا جان جواب بدیم بعد برگردیم، چیشون منتظر هستن، خیلی برای ما مهمه. سقرا عزیز بفرمایید، عزیزم رو خط هستید. الو الو تشریف دارید؟ اوکی. اتاق فرما من بگید اگه ایشون هستن میخوان صحبت کنن یا نه. خب آرزو توی فیسبوک ما نوشته، آها میخواستم اینو بگم، دوستان برید تو فیسبوک بیاید جزو در واقع فن پیج ما بشید و گفتید زیباست، واقعا زیباست. بله بفرمایید. دوست داریم از شما بشنویم عزیزان. آرزوی عزیز گفتن که در رابطه با آزادی میخوان صحبت. بله اینجا هفته پیشم برای من نوشته، من میخوام حتما راجع به آزادی جوانای مسیحی صحبت خواهیم کرد البته، ولی شما گفتید که کلامی دارید برای ایشون که رابطه آزادی با زبان حداقل چیه. بله ما وقتی که ارزش خودمون در خداوند پیدا میکنیم، یعنی میدونیم خدا، میدونیم خدا چه ارزشی برای ما قائل شده، از چند تا چیز آزاد میشیم، از چند تا مسئله آزاد میشیم. بله از حسادت، در وهله اول از حسادت آزاد میشیم. یعنی که این شخص به اینجا رسید و من نرسیدم و من میخوام اینو داشته باشم، آزاد میشیم. چون چی؟ میفهمیم خدا ما رو کاملا به صورت منحصر به فرد یکی دونه آفریده، یعنی کس کاری که ما بروی زمین براش آماده شدیم کسی دیگه غیر از من فردریک انجام نمیتونه بده و شما یونیک هستیم و شما آرزو و الناتان و سحر هر کسی دیگه برای کار مشخصی آفریده شدیم و لازم نیست کسی دیگه باشیم کار دیگه انجام بدیم، ما با خدا اون کارو انجام میتونیم بدیم. این قضیه اوله که از آزاد میشیم از حسادت، از خود کمبینی آزاد میشیم. یعنی چی؟ یعنی این که خدا در ما کار عظیمی انجام میده. الناتان جان دیگه ویرگول بهتون نمیدم، تموم شد فکر کنم. دوستان من رفتم. از خود کمبینی آزاد میشیم. یعنی چی؟ یعنی برای کاری که مهیا شدیم خدا ما رو داره آماده میکنه، در مسائلی قرار میده که بتونه ما رو بفرسته برای انجام اون کار. دیگه ما خودمون رو کم نمیبینیم، چون خدا یک سری عطایا، یک سری استعدادها به ما داده که منحصر به فرده، برای تک تک ماست، من خودم و هر کسی دیگه، و اونا رو برای جلال نام خودش استفاده میکنه و ما رو توی موقعیتایی قرار میده که بتونیم استفاده کنیم و خدا جلال پیدا کنه. از ترس آزاد میشیم. یعنی چی؟ وارد زندگی میشیم که خدا برای ما آماده کرده. خدا تا آینده ما رو میبینه تا آخر و چیزی که برای ما آماده کرده رو جلوی پای ما گذاشته. فقط کافیه که وارد فیضش بشیم، بیایم زیر اون نقشه‌ای که خدا برای ما آماده کرده و باعث سرافرازی میشیم. شونه ها رو بالا نگه میداریم، صدا رو صاف میکنیم با قدرت. ممکنه فقیر باشیم، ممکنه بیمار باشیم، ممکنه قلبمون شکسته باشه از افراد، ولی میدونیم آن که در ماست، عیسی مسیح و روح القدس، قوی تر از اونی که توی بیرون هست. آمین. و داره به ما حمله میکنه و
و هیچ چیزی که نمیتونه ما رو خورد کنه. عزیزان بذارید راحت بهتون بگم، اگه افکار منفی دارید، اگه میخواید فکر میکنید که دیگه به آخر خط رسیدید، اگه فکر میکنید دیگه چاره‌ای برای شما نیست، چاره شما عیسی مسیح خداونده که زندگیتون امروز عوض کنه، شما رو سرافراز کنه، از حسادت آزاد بشید، از ترس آزاد بشید و خودتون رو در خداوند پیدا کنید برای کار عظیمی که برای شما آماده کرده. آمین. من دیگه قبل از برنامه تو قهوه نمیدم، نه فقط روح خدا روته، بلکه انرژی. هفته گذشته قوت خدا بود ولی کمی ضعف بدنی بود. آمین. دوستان، افکار ما اولین جایی که ما باید ازش آزاد بشیم. وقتی از افکار ما آزاد شدیم، ما از زبان ما آزاد بشیم، اون موقع زبان ما زبانی میشه که میتونه بنا کنه. قدم‌های استوار بردارید توی زندگیتون، بذارید خداوند با شما باشه، برای اینکه خداوند قویه. قدم‌های استوار بردارید توی زندگیتون، بذارید کارهای عظیم خداوند انجام بده. ما دو تا تلفن جواب میدیم، بعد با سحر عزیز آخرین چیزو میشتمیم، کلامشونو و خداحافظی میکنیم. سقرا جان بفرمایید، هستید؟ سقرای عزیز تشریف دارید؟ یه خش و خشی میاد از اونجا. ما صدای شما رو نمیشنویم. اوکی. من دیگه مجبورم رو هولد بذارم. خانم مینا هستن از ترکیه، بفرمایید عزیزم. روی خط برنامه جوانان هستن. خسته نباشید. درود بر شما عزیزم. بفرمایید. نظرتون راجع به زبان چیه؟ قدرت زبان. اول تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، از فرزان و از آقای فردوس و شما. خسته نباشید. بهتون میگم خدا بهتون برکت بده. من فکر میکنم که چون که خودم خیلی برام پیش اومده که به این اعتراض دارم که زبان واقعا خیلی قویه و اینکه هر چی بگی تقریبا برای خود من همیشه شده، چون من یادم که خیلی تقریبا منفی بودم و همش چیزا منفی میگفتم و دوستان هم میگفتن که تو از بس منفی میگی همش این اعتراض برات میفته. منفی زمانی تقریبا یکی دو ماه پیش تصمیم گرفتم که دیگه منفی نباشم و منفی صحبت نکنم و تصمیمش رو از این دیدم. برای همین میدونم که چون برای خودم این اتفاق افتاده، میدونم که خیلی زبان قویه. آمین. درود بر شما. و اینکه بفرمایید، اینکه میخواستم چون دو هفته پیش من زنگ زدم و بهشون گفتم برام دعا کنین، ولی مثل اینکه فراموش کردین. میخواستم اگر شد آخر برنامه‌تون برای من و شوهرم آرش دعا کنیم. ببینید عزیزان بیننده و مینای عزیز، حتی اگه ما اینجا دعا نکنیم، چون نمیتونیم دونه دونه دعا کنیم، بدونید در طول هفته هم ما هم کسی هستن که برای شما دعا میکنن، ولی حتما در دعا هستید و اینجا چند نفری که اسمشون ذکر شده بعد از این دعا خواهیم کرد در انتهای برنامه. چقدر اعتماد به نفس خدا میده وقتی که مثبت صحبت میکنیم. بله، یعنی عوض میکنه. الان من میخوام انگار سر پا بیستم و با نما نیست و بشینه رو سحر جان بفهمید کلام آخر، ببخشید برنامه تمامه، بعد خداحافظی کنیم. سحر عزیز بماند که فردریک جان از نوبت من استفاده میکنه. خیلی دلش خونه ازتا. یه سوشی بعد بدی به سحر این دفعه. سیار داری خواهر سر، شما میدونی که کنترل شما اینجا دست ماست که نشوخی میکنم. سحر جان کلام آخر بفهمید، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، خواستم از جوانای عزیزمون خواهش کنم که مراقب اعلاناتی که میکنن خودشون، حتی به شوخی، حتی برای خنده باشن، چون واقعا قدرت داره. من بعضی وقتا میبینم که برای سرگرمی شاید همینطوری به حالت ریتمیکی موزیکای دنیوی رو بعضی چیزا رو زمزمه میکنن و راه میرن برای خودشون، که واقعا من میگم اگه بدون این داره چه اعلانی رو تو زندگی خودش میکنه، هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه. دقیقاً، متاسفانه بعد از آهنگ ایرانی اینجوریه. بله، فکر کنیم رو هر اعلانی که داریم میکنیم تو زندگیمون، هم بشیم کوچولو فکر کنیم و این کم کم به صورت عادت میشه. اشتباهه که میگن ترک عادت موجب مرض است. اتفاقا ترک عادتهای بد موجب مرض نمیشه. بله، خیلی ممنون. کریسمس شما مبارک باشه. میدونید که ما 2 هفته برنامه جوانانمون تکراری خواهد بودش. سال جدید با قوت جدید 7 ژانویه برنامه جوانانه به صورت زنده به منزل‌های دوستان میره. آمین. یادتون نره که می‌خوایم ژانویه رو روزه اعلام بکنیم. بله. و این چیزو می‌خواستم بگم و روزه خیلی قویه. سرجم من فکر می‌کنم که شما هم تجربه روزه رو داشتید. عزیزان اگه نمیتونیم از چیزی آزاد بشیم، کلام خدا زیبا میگه که این قسم فقط با روزه و دعا میره بیرون. بله. بعضی وقتا ما عادت‌هایی داریم که شاید نمیتونیم از خودمون دور کنیم. عزیزی گفتن که من خیلی زحمت کشیدم، سرجان گفتن که خیلی زحمت کشیدم با قدرت خودم جلو برم، نتونستم. روزه خیلی کمک میکنه و دعا.
با هم منطبقا جلو بری و خدا کارهای عظیم انجام میده. من خودم شاهد بودم. بله، ما 3 ساله که در کلیسای سفیران مسیح ماه ژانویه روزه میگیریم، عین سیروز روزه هستش. اعتقاد داریم که ماه اول رو به خدا بدیم. شما میتونید هر روزی رو که دوست دارید روزه بگیرید، میتونید تمام سیروز روزه بگیرید. حتما ما تماس بگیرید که ما بتونیم با شما متحد بشیم. بله. در دعا باشیم. فردریک جان هم در واقع خدا رو شکر که با همین هم عقیده هستیم، روزه خواهیم گرفت. شکر. و نه فقط ماه اول رو به خدا میدیم، بلکه رویاهامون رو به حضور خدا میاریم و از خدا میخوایم که رویاهای ما رو تقدیس کنه، برکت بده و نیازهای دیگه که وجود داره، علل خصوص زبانهای ما که میخوایم خداوند در واقع ببینه و بشنوه. میخوایم نظرات شما رو در مورد برنامه جوانانه بدونیم. آیا شما میخواهید با همین روال بره جلو؟ آیا میخواهید مطالبی رو که دوست دارید راجبش صحبت بکنید و حتما بگیرید اینجا؟ مهمانهای خواهیم داشت در سال جدید به قوت خدا. این 2-3 هفته رو بذارید رو حساب تجربه پخش زنده که ما دستگرمی داشته باشیم، ولی میخواهیم سال جدید با شما بریم جلو. خدا شکر برای تیم ما، برای خواهر سحر، برای برادرمون فردریک، برای برادر اشکان و دیگران که دارن زحمت میکشن پشت دوربین، جلوی دوربین، و میخوایم که واقعا این پیامو به فرهنگ ایرانی و افغانی، فارسی زبانه عزیز بدیم که شما حقیر نیستید دوست عزیز. بله. شما جوان ایرانی که شاید میخوای الان خودکشی کنی، شاید دلت شکسته، پدر مادر دلتو شکوندن، شاید جامعه دلتو شکونده، تو حقیر نیستی. اینو کلام خدا میگه. خدا برای تو ارزش قائله، انقدر تو رو دوست داره که روی صلیب خون خودش رو ریخته تا تو آزاد بشی. از این جهته که ما در این برنامه هر هفته خواهیم گفت، همیشه خواهیم گفت، هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشمارد. بله. میخوایم با شما هم دعا باشیم، میخوایم با شما یک دل بشیم و بدونی کسایی هستن که به فکر شما هستن. طوری صحبت بکنید، طوری برخورد بکنید با مردم که بذارید مردم بهتون احترام بذارن. کلام خدا میگه شما نور و نمک هستید. آمین. و بگذارید دنبال شما بیان و ببینن که خدا کار عظیمی که تو زندگی شما انجام داده. مردم ببینن و بیان دنبال اون شخصی که این کارو بله. در زندگی شما انجام داده. دوستان، من و فردریک جان در استودیو خواهیم بود، با شما صحبت میکنیم. اگه احتیاج دارید به دعا، حتی اگه تکرار برنامه می‌بینید، در خدمت شما هستیم. به نام عیسی مسیح برای عزیزانی که احتیاج دعا داشتن با ما مطرح کردن دعا میکنیم. برای آرش و مینا، برای سغرا، برای احمد، برای مهداد، برای پارسا و برای عزیزانی دیگه که خواستن اسمشون گفته نشه. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، آمین. هللویا. هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشمارد. تا برنامه دیگه با ما باشید. دوستتون دارم. ارزش قائله، انقدر تو رو دوست داره که روی صلیب خون خودش رو ریخته تا تو آزاد بشی. از این جهته که ما در این برنامه هر هفته خواهیم گفت، همیشه خواهیم گفت، هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشمارد. بله. میخوایم با شما هم دعا باشیم، میخوایم با شما یک دل بشیم و بدونی کسایی هستن که به فکر شما هستن. طوری صحبت بکنید، طوری برخورد بکنید با مردم که بذارید مردم بهتون احترام بذارن. کلام خدا میگه شما نور و نمک هستید. آمین. و بگذارید دنبال شما بیان و ببینن که خدا کار عظیمی که تو زندگی شما انجام داده. مردم ببینن و بیان دنبال اون شخصی که این کارو بله. در زندگی شما انجام داده. دوستان، من و فردریک جان در استودیو خواهیم بود، با شما صحبت میکنیم. اگه احتیاج دارید به دعا، حتی اگه تکرار برنامه می‌بینید، در خدمت شما هستیم. به نام عیسی مسیح برای عزیزانی که احتیاج دعا داشتن با ما مطرح کردن دعا میکنیم. برای آرش و مینا، برای سغرا، برای احمد، برای مهداد، برای پارسا و برای عزیزانی دیگه که خواستن اسمشون گفته نشه. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، آمین. هللویا. هیچ کس جوانی تو رو حقیر نشمارد. تا برنامه دیگه با ما باشید. دوستتون دارم.